طرح ادرویس برای مقابله با بنیادگرایی و تقویت امنیت جهانی. دونالد ترامپ سه‌شنبه تصمیم در مورد توافق هسته‌ای رژیم ایران را اعلام خواهند کرد. فشار و تهدید رژیم علیه بازاریان اعتصاب کننده در بانه. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد طرح قانون حمایت از امنیت بین‌المللی سال 2018 را برای تصویب به این کمیته پیشنهاد می‌کند. ادرویس گفت این طرح ابزار لازم را برای دیپلمات‌های آمریکا به منظور مقابله با بنیادگرایی و تقویت امنیت منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌سازد. وی افزود در برخورد با تهدیدات مستمر رژیم ایران و گروه‌های تروریستی مانند شبه نظامیان داعش و حزب الله مهم است که ما توانایی خود و متحدانمان را برای دفاع از خود تقویت کنیم. دونالد ترامپ روز دوشنبه 17 اردیبهشت یک پیام اینترنتی اعلام کرد من تصمیم خود را در مورد توافق هسته‌ای رژیم ایران ساعت 14 روز سه‌شنبه به وقت واشنگتن از کاخ سفید اعلام خواهم کرد. خبرگزاری رویتر ضمن مخابره این خبر افزود دونالد ترامپ تهدید کرده بود از این توافق بیرون می‌کشد مگر اینکه امضا کنندگان اروپایی نواقص آن را اصلاح کنند. به گفته ترامپ توافق اتمی برای رژیم ایران کاهش تحریم‌ها را ما به ازای محدود کردن ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم آن تضمین کرده بود. ماموران اماکن در بانه روز دوشنبه در 23 روز اعتصاب بازاریان و کسبه این شهر با زور و تهدید درهای ورودی پاساژ بهشت را که خود رژیم یکی از سهامداران آن است باز کردند. اما هیچ یک از کسبه اعتصاب کننده در پاساژ حاضر نشد در محل کسب و کار خود حضور یابد. خاطرنشان می شود مقاومت ایران روز دوشنبه 17 اردیبهشت به پشتیبانی و همبستگی با اعتصابیون و کولبران زحمتکش فراخواند و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار اقدامی فوری برای آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان در این حرکت‌های اعتراضی شد. روزنامه حکومتی اعتماد روز دوشنبه با عنوان روحانی بدون میزبانی استانی در مشهد، علم‌الهدا و رئیسی با روحانی دیدار نکردند، به بالا گرفتن بحران میان باندهای نظام آخوندی اعتراف کرد و از جمله نوشت بعد از گذشت نصف روز از حضور روحانی در مشهد خبری از دیدار و یا استقبال علم‌الهدا یا رئیسی از روحانی منتشر نشده است. اما نکته مهمتر این است که حسن روحانی از صبح روز دوشنبه در مشهد حاضر شده است اما تا ظهر به حرم امام رضا نرفته بود. گویی اختلافات سیاسی بر زیارت روحانی هم تأثیر گذاشته است. ابراهیم رئیسی نیز ترجیح داده که بی‌اعتنا به سفر روحانی در تهران از نمایشگاه کتاب بازدید کند. وزارت دفاع ملی افغانستان روز دوشنبه طی گزارش اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 50 تن از شبه نظامیان بنیادگرا در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. بنا به این گزارش در نتیجه 75 عملیات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی در 14 ولایت این کشور بیش از 50 تن از شبه نظامیان کشته و 34 تن دیگر نیز مجروح شدند. به گزارش العربیه در این درگیری‌ها مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی مربوط به شبه نظامیان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به غنیمت گرفته شد. این بود در یک نگاه این ساعت. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه کنید. خدا نگهدار.